دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی باشید. در این ویدیو قصد داریم با یک موضوع جالب و جذاب شما را آشنا کنیم. شاید براتون تعجب آور باشه که با دست غذا خوردن کلی فواید داره. با فارسی مدیا همراه باشید تا شما را با این 10 دلیل مهم آشنا کنیم. به این دلیل ها با دست غذا بخورید. اغلب افراد بر این باور هستند که خوردن غذا با دست کاملا غیر بهداشتی است، اما تحقیقاتی نشان داده که خوردن غذا با دست بهداشتی است و فواید و خواص بسیاری هم دارد. بسیاری از افراد بر این باورند که نحوه صحیح غذا خوردن با قاشق و چنگال مناسب تر است، ولی یافته ها نشان داده است که غذا خوردن با دست و انگشتان سالم تر است و از ابتلا به بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند. اما این تنها خواص و فواید خوردن غذا با دست نیست و مواردی مهم در این رابطه وجود دارند که در این بخش از فارسی مدیا خواهیم گفت. مورد اول، با دست غذا خوردن باعث افزایش گردش خون می شود. مردم برخی از مناطق دنیا به خصوص در هند با دست غذا می خورند و نه با کارد و چنگال ها، که آنها را واقعا خاص می کند. این تمرین منظم است که اغلب هرگز به آن فکر نمی کنند و تنها زمانی که در شرکت و یا در مهمانی یا رستوران غذا می خورند قاشق را بر می دارند. این روش به طور مستقیم به انسان سود می رساند و استفاده از دست برای غذا نیز گردش خون را افزایش می دهد. با دست غذا خوردن جریان خون را افزایش می دهد. خوردن با دست ها نوعی ورزش ماهیچه‌ای است که گردش خون را افزایش می دهد. بنابراین همه تنبل ها از امروز شروع به تمرین کنند. مورد سوم، با دست غذا خوردن ارتباط با غذا را تشدید می کند. اگر تا به حال مشاهده کرده اید زمانی که هندی ها دال و برنج را با دست می خورند، ارتباطی ناگفته با غذا را احساس می کنند که فاقد چنگال و قاشق است. به گفته لوک، یک متخصص تغذیه، نویسنده و متخصص ورزش، خوردن با انگشتان به برقراری ارتباط با آنچه که می خورید کمک می کند. مورد چهارم، با دست غذا خوردن باعث هضم بهتر می شود. همانطور که در هر متن آیوردا می خوانید که هندی ها با انگشتان غذا را در دهان می گذارند، ندانسته اندام های حسی را فعال می کنید که انرژی را در تعادل نگه می دارد. غذا به خوبی هضم می شود چون وقتی دست غذا را لمس می کند، اعصاب روی نوک انگشتان را دریافت می کند و سپس سیگنال هایی را به مغز می فرستد که بدن را برای ترشح آنزیم های گوارشی کمک می کند. شاید به همین دلیل است که طعم غذا با دست بهتر می شود. مورد پنجم، مستقیما بر چاکرا تأثیر می گذارد. نوک انگشتان به قلب، چشم سوم، شبکه عصبی، گلو، اندام جنسی و ریشه چاکرا مرتبط هستند و هنگامی که ما با دست ها غذا می خوریم، حرکت و لمس چاکرا فعال می شود و ما را به هر روش ممکن کمک می کند. مورد ششم، متوجه می شوید غذا داغ است چون دستتان مثل یک سنسور عمل می کند. منطقاً زمانی که با قاشق یا چنگال غذا می خورید نمی توانید آنالیز کنید که چقدر غذا گرم است. اما وقتی با دست غذا می خورید می توانید آن را به لطف قدرت گیرنده ها و محافظت از بافت های حساس زبان از سوزش درک کنید. با دست غذا خوردن بهداشتی است. خب، ممکن است برای خیلی ها تهاجمی به نظر برسد، اما در مقایسه با قاشق و چوب غذاخوری دست انسان بیشتر بهداشتی است. برخلاف آنچه فکر می‌کنید، افرادی که عادت به غذا خوردن با دست دارند، پیش از آغاز غذا خوردن دست‌هایشان را می‌شویند. البته بهداشت دست‌ها همه جا یک عادت است، ولی قاشق و چنگال عموماً سریع شسته می‌شوند و همیشه هم کاملاً تمیز نیستند. بریم سراغ مورد هشتم، برش دادن غذا با چاقو. غذا خوردن با قاشق و چنگال را تصور کنید، سخت است. در واقع این دلیلی است که ما دست روی چنگال را ترجیح می دهیم. خوردن غذاهای استخواندار. موافق هستیم که اکثر غذاها گیاهی نیستند و غذاهای استخواندار هم هستند، در حالی که غذاهای لذیذ هندی استخوان دارند که آنها نمی توانند بدون استفاده از دست مصرف شوند. بریم سراغ مورد دهم، با دست غذا خوردن برای کاهش خطر ابتلا به دیابت. وقتی با قاشق غذا می‌خوریم بدون اینکه متوجه شویم، سریع‌تر مواد غذایی را وارد بدن می‌کنیم و همین عامل موجب بالا رفتن خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می‌شود، در حالی که غذا خوردن با دست و انگشتان سرعت را کنترل می‌کند و به هضم و گوارش غذا کمک می‌کند. به همین علت کسانی که با دست غذا می‌خورند به طور طبیعی می‌توانند راحت‌تر و سریع‌تر کاهش وزن داشته باشند. متشکرم که همراه فارسی مدیا در این ویدیو بودید و ما را تا آخر این ویدیو
همراهی کردید. شب و روزتون خوش.